به گفته اداره آمار آمریکا، بیش از یک سوم ساکنان دیترویت میشیگان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و برخی از مردم این منطقه غذای کافی ندارند. اما نیکوکاران هم بیکار ننشستند و برای بهبود این وضعیت تلاش می‌کنند. جزئیات بیشتر در برگردان فارسی گزارش انوش آواتیسیان. اینجا خیابان هاوارد دیترویت میشیگان است. خیابانی که 6 سال از هر یک شنبه به میزبانی یک خیر پذیرای بسیاری از بیخانمانان منطقه است. آخر هفته نوه‌هام با من هستن و میارمشون اینجا که بهشون غذا بدم. کوپن غذایی که میگیرم کفاف ما رو نمیده و این پروژه برام واقعا کمک بزرگیه. ناهید ایوب خیری است که بعد از ملاقات یک بازنشسته بیخانمان، نهاد غیرانتفاعی پروژه کرامت انسانی را راه اندازی کرد. داشتم میرفتم سر کار، از خروجی اشتباهی سر درآوردم. سمت چپم یه فرد بیخانمان روی صندلی چرخدار نشسته بود. وقتی چراغ قرمز شد من وای نستادم و به راه هم ادامه دادم و اون بیخانمان به هم انگشت نشون داد و این کار به نوعی برام خیلی توهین‌آمیز بود. بهش گفتم برو کار پیدا کن و اون پتوی روی پاشو کنار زد و دیدم هر دو پاش قطع شده و گفت اگر پا داشتم کار میکردم. حسابی خجالت زده شدم. ناهید شغلش را رها کرد و با پسندازی که اندوخته بود کار غذا دادن به بیخانمانان را شروع کرد. همه این شور و عشق این کار از این آشپزخونه بیرون میاد. ناهید هفته‌ای حدود 200 تا 300 دلار صرف این پروژه خیریه می‌کرد. پولی که از ابتدا از پسندازش و سپس با فروش دارایی‌هایش تأمین می‌شد. اما از فعالیت دست بر نداشت. سپس نهاد غیرانتفاعیش را راه اندازی کرد و ده‌ها داوطلب نیز برای کمک به او ملحق شدند. شما یا هر کس دیگه‌ای میتونه نیازمند بشه. منم نیازمندم. این انتخاب فرد نیست و هیچ وقت باورت نمیشه که روزی محتاج بشی. ناهید هیچ وقت دوست ندارد از این کار دست بکشد. او امیدوار است بتواند روزی پناهگاهی بسازد و با ارائه دوره‌های آموزشی به بیخانمانان برای یافتن کار کمک کند. و امیدوار است بتواند کلینیکی نیز برای کمک به مادران و کودکان باز کند. نصیحت من به جامعه اینه که وقتی بی خانمانی دیدید بیستین و باهاش در هر موردی خواستین حرف بزنین و خواهین دید که فرقتون با اون چیه. اون فرد میتونه همسر، خواهر یا فرزند کسی باشه. گرچه ناهید به تنهایی نمیتواند مشکل بی خانمانی دیترویت را از بین ببرد، ولی با این کار میتواند دلی را گرم کند.